پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه های اسلامی و زمینه ساز برنامه های اجتماعی. خطبه های جمعه و یا درس های روزای جمعه ما شما برادر اسلام در رابطه با ایجاد یک جامعه سالم هست که شریعت اسلام جهت ایجاد از او انبیاء علیهم السلام فرستاده. بجهت از اینکه الله جل جلاله ذاتی که ما و شما انسان ها را پیدا کرده و من حیث خلیفه خود در این زمین ما و شما را مقرر کرده و انسان از سجدگاه ملائکه از مکرمترین و معززترین مخلوقات الهی قرار داده و این انسان با زیور علم مزین کرده، زمین و آسمان برایش مسخر کرده، جنت و دوزخ برایش پیدا کرده، حشر و نشر برایش ایجاد کرده و الله ذات هست که انسان بی حد دوست داره. خلق شدن و پیدا شدن ما که الله خالق و پروردگار ما هست خودش دلالت به محبت الله رب العزت میکنه و این نعمت های گوناگون را که الله رب العزت مفت رایگان برای ما شما داده و هیچ چیز از ما تو نخواسته، شک نیست که دلالت به محبت و ود و مهربانی الله رب العزت به انسان میکنه. پس الله رب العزت که انسان در این دنیا فرستاده و شک نیست که این دنیا دار الامتحان و دار الابتلا هست و شک نیست که در ابتلا و امتحان هم مصیبت ها می آید و هم نعمت ها می آید، هم شر وجود داره، هم خیر وجود داره، هم فساد وجود داره، هم اصلاح وجود داره. در این کشمکش های گوناگون که ما و شما در این حیات و زندگی هستیم چگونه می تانیم که های خوشبختی و سعادت و آرامی و آرامش خود پیدا بکنیم؟ بینمی نزا و کشمکش های گوناگونی که ما شما در این جهان هستیم، در بین فساد و در بین اصلاح، در بین دلالت و گمراهی و در راه رهنمایی، در بین خیر و در بین شر، در بین عداوت و دشمنی و محبت و مهربانی، ما تو چی قسم بتانیم که راه سعادت و خوشبختی و آرامی خدا پیدا بکنیم؟ پس از همین جهت است برادر اسلام که الله رب العزت با کمال لطف خود، با کمال لطف خود انبیاء علیهم السلام برای ما شما می فرسته و یکی از مهمترین وظایف انبیاء علیهم السلام در حقیقت ترتیب و تنظیم اینمی روابط و زایت البینی بین افراد جامعه هست که تا جامعه انسانی و یا جامعه اسلامی ما و شما یک حیات و زندگی مرفه، آرام، سعادتمند و خوشبخت داشته باشه. پس به خاطر از برادر اسلام که از چندین هفته به این سو ما و شما در رابطه با ارزش های اخلاقی اجتماعی صحبت میکنیم و هر یک از این ارزش ها در حقیقت اونمون معیارهای هست، اونمون معیارهای هست که ضامن ایجاد یک جامعه سعادتمند در بین ما و شما انسان های مؤمن و مسلمان میباشه. ارزش های اخلاقی اجتماعی که ما در رابطه با او صحبت میکنیم در حقیقت معیارهای هست که هر زمانی که انسان های مؤمن و مسلمان این معیارها را در حیات و زندگی خود در جامعه پیاده کردن، الله جل جلاله سعادت و خوشبختی از اونها را تضمین میکنه برای ما و شما. پس به این جهت است که به توفیق الله رب العزت در هر خطبه جمعه و یا درس های جمعه در رابطه با هر یک از این معیارها ما شما صحبت میکنیم که تا این معیارهای از یاد رفته، تا این معیارهایی که امروز در بین جوامع ما شما کمرنگ شده و با کمرنگ شدنش ما و شما دیگه امنیت و آرامی خود از دست دادیم، با کمرنگ شدنش ما و شما دیگه قیمت و ارزش خود از دست دادیم، با کمرنگ شدنش ما و شما محبت و دوستی و او برادری که الله رب العزت ما و شما را برادر خدا
پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما شما را برادر خطاب کرده و محبت برادری با کمال تعصب بگیم که در بین ما شما کمرنگ شده و کمرنگی از این برادری و محبت در حقیقت در گروه نمی معیارهای هست که با کمال تعصب بگیم که امروز بسیاری مسلمان های ما شما در رابطه با او اصلا نفکر میکنند و نه حتی این معیارها را من حیث یکی از مهمترین تضمین کننده های حیات و زندگی انسان در رابطه با آرامش و سکونش تلقی نمیکنند. پس اگر فراموش نکرده باشین ما شما در رابطه با اولین ارزش اخلاقی اجتماعی که عبارت از شفقت و مهربانی میان افراد جامعه بود الحمدلله صحبت مفصل کردیم و در هفته گذشته لازمه شفقت و مهربانی، یعنی شفقت و مهربانی تنها یک احساس نیست که بین افراد باشه، بلکه شفقت و مهربانی باید من حیث عمل در بین افراد جامعه چی شوه پیاده شوه. لازمه شفقت و مهربانی که تعاون و همکاری در بین افراد جامعه بود در هفته گذشته صحبت مفصل کردیم و اینا هم بیان کردیم که چرا تعاون و همکاری من حیث یکی از لازمه های شفقت و مهربانی است، به جهت از اینکه گفتیم که الله رب العزت به جهت از اینکه انسان ها را خلق کرده و پیدا کرده و مورد امتحان قرار بده شک نیست که انسان ها را با تناسب های مختلف پیدا کرده و الله رب العزت می دانه که در این جامعه که ما پیدا می کنم و این جامعه که انسان ها در اون زندگی می کنند در اونجا محتاج هم هست، مصیبت زده هم هست، مشکل دار هم هست، از آنها مصیبت ها می باشه. پس این مصیبت ها را باید افراد جامعه باید هم دیگر چی بکنن؟ تعاون بکنن، همکاری بکنن که تا این خلا را در جامعه اسلامی پورا بسازن. چرا اگر این خلا در بین جوامع اسلامی ما و شما وجود داشت تعاون و همکاری میان افراد امت قرار نداشت، باز اونجا که امت پارچه پارچه میشه دیگه، بس پارچه پارچه میشه، مثل که امروز ما شما پارچه پارچه هستیم. و مثال زنده شما در هفته گذشته براتون گفتم که امروز مسلمان ها پارچه پارچه شدن، در قدم اول کشورها پارچه پارچه شدن، در قدم دوم خود کشورها که یک کشور هستند بین هم دیگر پارچه پارچه هستند، به جهت از اینکه چون تعاون و همکاری و آن چیزی که من حیث ارزش است در بینشان وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه آن تعاون و همکاری که قرآن ما و شما را ارشاد کرده و احادیث پیغمبر بیان کرده او تعاون نیست، بلکه برعکس از او تعاون می باشه که بجای از اینکه تعاون در جامعه اسلامی روی تقوا و پرهیزگاری پایه گذاری شد و با کمال تاسف امروز تعاون میان افراد جامعه روی اسم و عدوان و تجاوز صورت میگیره. یکی از ارزش های اخلاقی اجتماعی دیگره که امروز در رابطه با او صحبت میکنیم برادر اسلام و شک نیست که هم یکی از لازمه های تعاون و همکاری میباشه. تعاون و همکاری لازمه شفقت و مهربانی و ارزش اخلاقی که امروز صحبت میکنیم این لازمه تعاون و همکاری هست که تعاون و همکاری دیگه در کدام عرصه صورت میگیره. یکی از عرصه های به حد مهمه که باید افراد جامعه در رابطه با اون میان خود تعاون و همکاری داشته باشن برادر اسلام، یکی هم طبیعت های مختلف و سرشت های مختلف هست که الله رب العزت با این طبیعت و سرشت انسان ها را آفریده. شک نیست که امت اسلام و کسایی که به یک عقیده وحدانیت و یگانگی الله رب العزت ایمان دارن و با آن چیزی که انبیاء علیه السلام آوردن و گفتن ایمان کامل داره، این مجموعه را از تمام انسان ها ما و شما را به حیث برادر خطاب کرده و در آیت سوره حجرات صراحتا برای ما و شما می فرمه که انما المؤمنون، کلمه انما در زبان عربی به معنای حصر و قصر استعمال میکنیم، گویا آن چیزی که ما در رابطه با او صحبت میکنیم دینمی مسئله او را حصر میکنیم و قصر میکنیم و بغیر از این مسئله در دیگه جایی را پیدا کرده نمیتانیم جز این نیست. المؤمنون که انسانهای مؤمن، کسایی که به الله واحد و یگانه و تمام تعالیم علیه السلام ایمان آوردن، اخوتون برادر هستند.
پس الله آدم که ما تو را برادر خطاب کرده شکل است که تقاضای برادری ایست برادر اسلام که تا هر آن چیزی که از دست ما میاید در رابطه با برادر خود دریغ نکنم. و او الله رب العزت میدانه که نمی انسان را که ما پیدا کردیم در نمی انسان تمایلات و انگیزه های گوناگون وجود داره. در بین از این برادرها با این طبیعت ها و سرشت های مختلف حتما یک کشمکش و نزاع پیدا میشه. هر برادر با هر برادر دیگه در سرشت و طبیعت با هم مساوی نیستن. پس این تفاوت ها در طبیعت و سرشت زمانی که افراد جامعه با هم دیگر یک جای زندگی میکنن یکی از چیزهایی را که به میان میاره برادر اسلام عبارت از نزاع و کشمکش و بدبینی در بین افراد و جامعه هست. پس چون الله رب العزت میفهمه که اینمی طبیعت انسان است و انسان به اینمی طبیعت زندگی میکنه، اگر این نزاع و کشمکش و حقد و بدبینی که بین افراد و جامعه نظر به تفاوت سرشت ها و طبیعت هایی که ندارن ایجاد میشه، اگر توسط مسلمان ها، اگر توسط انسان های مؤمن جلوش گرفته نشه، بلاخره اینمی نزاع و کشمکش و بدبینی منجر به این میشه که جامعه اسلامی آرامی و امنیت خود از دست بده، تعاون و همکاری خود از دست بده، رشته های اخوت برادری در این جامعه از همدیگر گسسته شده. خاطر است که یکی از مهمترین چیزهایی را که ما و شما انسانهای مؤمن و مسلمان از ارزشهای اخلاقی ما و شما را مکلف ساخته که با خدا به او مزین بسازیم برادر اسلام، یکی هم ارزش اخلاقی اصلاح طلبی میان افراد جامعه باشه. طلبی که با توفیق الله رب العزت امروز بالای ازو صحبت میکنیم برادر اسلام، متوجه باشین که این ارزش لازمه ارزش تعاون و همکاری می باشد. چرا تعاون و همکاری که جزء اساسی در یک جامعه اسلامی بوده و قرآن مجید و احادیث پیغمبر ما و شما را ارشاد و راهنمایی کرده، یکی از عرصه هایی که ما میان افراد تعاون و همکاری می کنیم در حقیقت اینمی فاصله هایی که در جامعه اسلامی میان افراد ایجاد شده و اینمی خللی که در بین ارتباطاتشان ایجاد شده، اینمی خللها را و اینمی فساد و اینمی دوریها را ما و تو مجبور و مکلف هستیم که بین افراد جامعه از بین ببریم که تا دوباره بتانیم که افراد جامعه را با هم دیگر نزدیک بسازیم. چرا اگر با ارزش اخلاقی اصلاح طلبی ما و شما نتانستیم که افراد جامعه را دوباره با هم یک جای بسازیم، ارتباطاتی که میانشان قطع شده او را دوباره وصل بکنیم، با یقین بدانید که بالاخره منجر به اونمو از بین رفتن رشته های اخوت برادری در جامعه اسلامی میشه، چیزی که امروز ما و تو شاهدش هستیم و چیزی که امروز ما شما با چشم سر مشاهده میکنیم. پس اصلاح طلبی یکی از مهمترین ارزش های اخلاقی اجتماعی هست و هر زمانی که اصلاح را ما و شما تعریف میکنیم، اصلاح چی را میگن؟ علمای کرام زمانی که اصلاح را بر ما تعریف میکنم میگن اصلاح ضد فساد است. یکی ما و شما اصلاح داریم، یکی ما و شما فساد داریم. ما و تو اصلاح را نمیفهمیم تا با وقتی که ما فساد را نفهمیم. هر وقتی که ما فساد را فهمیدیم بازو وقت که ما و شما اصلاح را میفهمیم. پس زمانی که فساد را برای ما و شما تعریف میکنن علمای کرام برادر اسلام، در رابطه با فساد برای ما میگن که فساد در حقیقت عبارت از ایجاد خلل در یک نظام است. ایجاد خلل در یک نظام یعنی یک نظام معینه که هر زمانی که یک خللی در او وارد شوه، بین این خللی که وارد میشه به یقین دیگه چی لازم شده؟ فساد لازم شده. پس اصلاح چی را میگن؟ اصلاح در حقیقت عبارت است از بین بردن اونمو خللی هست، اونمو خللی هست که در یک نظام ایجاد شده. یعنی هر زمانی که نمی خلالی که در یک نظام ایجاد شده ما و شما او را از بین میبریم، از بین بردن از زمین برام چی یاد میکنم؟ برام اصلاح یاد میکنم. خب این خلال در کجا پیدا میشه؟ و ما و شما نظام های مختلف در جامعه اسلامی خود داریم برادر اسلام. ما و تو نظام سیاسی داریم، ما و تو نظام اقتصادی داریم، ما و تو نظام خانوادگی داریم،
ما تو نظام اجتماعی داریم، ما تو نظام فرهنگی داریم و ما تو نظام های مثل عسکری و نظام های مثل لشکری داریم. همه از این نظام هایی است که در جامعه اسلامی وجود دارند. پس هر زمانی که در یکی از این نظام های مجموع خلل وارد میشه، این خلل باعث ایجاد چی میشه؟ باعث ایجاد فساد میشه. خب فساد کی از بین ببره؟ به طور مثال ما شما میکروفون داریم برادر اسلام و از طریق از میکروفون ما گپ میزنیم که تا برادرها آواز خوب برسه. به طور مثال در میکروفون ما تو خلل وارد شد، آواز صحیح انتقال نمیده، پس ما تو مجبور و مکلف هستیم که ماشین بگیریم پیش به اصلاح تخنیکرش که از پیش از او ببریم و او بالاخره آواز بکنه و خلل که در این ماشین واقع شده و خلل دوباره درست بکنه و دوباره ما بتانیم که از این ماشین استفاده درست بکنیم. صبح میخیزیم موتر تا چالان میکنی، هرچی سلف میزنی چالان نمیشه. چی گپ شده؟ در نظام موترت خلل وارد شده دیگه. پس مجبور است یک موتر پیش کی ببری؟ موتر پیش به اسلام مستری ببری دیگه. موتر پیش نجار نمیبری برادر اسلام و نه موتر پیش گلکار میبری که بیا برادر محترم در نظام موتر ما خلل وارد شده و هیچ چالان نمیشه، شما از استفاده کردن نمیتونی جور کنی، پیش مستری میبریش برادر اسلام. این در حقیقت ایجاد خلل در نظام امورات مادی هست که ما تو مشاهده میکنه. به این شکل تمام امورات مادی که ما داریم، در خانه ما شما کنه خلل وارد میشه، دیوان ما درز میکنه، چت ما تو درز میکنه، شکل نیست که ما شما میریم و استوره چی میکنیم؟ جور میکنیم. اما در رابطه با این نظام های معنوی که نظام سیاسی و اقتصادی و انفرادی و خانوادگی و دیگه و دیگه، زمانی که در اینا خلل وارد میشه، باز این دیگه که اصلاح میکنه، این دیگه که ترمیم میکنه. و می جهت است که چون الله رب العزت میفهمه و میدانه که ترمیم کننده از این خلل هایی که در نظام جامعه اسلامی وارد میشه، مکلفیت از او را در حقیقت اونمو انسان ها مؤمن و مسلمان دارن که در اون جامعه زندگی میکنن. چرا؟ اگر این خلل ها که در نظام های شما وارد شده، ای مؤمن ها اگر شما سعی کردین، تلاش کردین، اصلاحش کردین، شک نیست که حیات و زندگی آرام و مرفه برای خود ایجاد میکنین. اگر نه که در اصلاح کوتاهی کردین، مرا چی غرض؟ با ما چی؟ پس شک نیست که مصیبت و مشکلات عزیز در قدم اول داونگیر خود ما و شما انسان های مؤمن و مسلمان در جامعه میشه. از به این اساس از برادر اسلام که الله جل جلاله در آیات متعدد قرآن مجید و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متبرکه متعدد، یکی از مکلفیت هایی که ما شما را مکلف کرده و با کمال تأسف بگیم که اکثریت ما شما را فراموش کردیم و اکثریت ما میکنیم، یکی هم مزین شدن به ارزش اخلاقی اصلاح طلبی هست. این تنها کار مولایی صاحب نیست، تنها کار قاری صاحب نیست، تنها وظیفه شورای صلح موتون نمی باشه برادر اسلام، بلکه هر انسان مؤمن و مسلمانی که در جامعه زندگی میکنه، هر یکشان به اندازه استطاعت و توانمندی خود باید که در رابطه با خلل هایی که در نظام های گوناگون در جامعه ایجاد شده به خاطر اصلاح یزو سعی بکنن، تلاش بکنن، ولو که یک انگیزه و نیت قلبی هم باشه و در عمل هیچ چیز پیاده کرده نتانه. سخن خدا باز تکرار میکنم که متوجه باشیم برادر اسلام، که بازه تو فکر نکنین که ما در رابطه با هیچ چیزا مکلفیت نداریم. نه برادر اسلام، هر خللی که در هر یک از نظام‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی ما و تو ایجاد میشه، هر فرد انسان مؤمن و مسلمان مکلفیت داره که این خلل باید از این نظام چه بکنه؟ دور بکنه. این خلل باید اصلاح بکنه و هر یک به اندازه توانمندی خود سعی و تلاش و کوشش بکنه. هر کسی که هر قدر توانایی داره، اگر هیچ توانایی که نداشته باشه، اینمی قدر توانایی اقلا داره که در قلب خود اینمی نیت داشته باشه که ای کاش که من اینمی توانمندی رو میداشتم، که اینمی به اصلاح خلالی که در اینمی نظام واقع شده گیست، اینمی رو چی بکنم؟ اصلاح بکنم. اینمی خلالی که در اینمی نظام خانوادگی واقع شده، اینمی رو اصلاح بکنم. ها برادر اسلام، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهم نیت المؤمن خیر من عملی.
نیت انسان، یک اراده خیر انسان از عملش کرده ما مراتب بهتره. به مجرد که نیت خیر ما اوتو میکنیم، به مجرد نیت خیر کردن الله جل جلاله برای ما شما اجر و ثواب میده. سبحان الله، ذات بی نیاز است. فقط ما اوتو را میبینه که ما چی انگیزه داریم و چی تمایل داریم. شما باور بکنیم برسان که به مجرد که نیت یک کار خیر ما در قلب خود میکنیم، به مجرد ایجاد اینمین نیت خیر، با یقین الله جل جلاله برای ما شما چی میده؟ اجر و ثواب میده. و هر زمان نیت خیر تا پیاده کردی، باز الله جل جلاله در مقابل از این عمل 10 چند، 700 چند، 70 چند برای تو چی میده؟ اجر و ثواب میده. به اندازه که تو اخلاص داشته باشی، به اندازه که تو در رابطه با این صدق نیت داشته باشی. پس قرآن مجید برادران متوجه باشیم که ما و شما را هم به اصلاح طلبی میان افراد جامعه و ما و شما را هم به اصلاح طلبی میان گروه های متخاصمی که در جامعه اسلامی که همشان مؤمن هستند، همشان مسلمان هستند، منتها در رابطه با یک قضیه به اصلاح اختلاف نظر پیدا کنند، منتها در رابطه با یک مسئله به اصلاح کشگیری کردگیستند، هر زمانی که اینا با هم متخاصم میشن، هر زمانی که اینا به اصطلاح ایجاد فساد در جامعه میکنند، در نظام اجتماعی اسلام خلل وارد میکنند، پس تماما افراد جامعه مکلف است برادر اسلام که این خلل از بین از اینها چه کنه بر بداره. در سوره انفال الله جل جلاله میفرمایه برادر اسلام فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، از الله بترسین و میانتان اصلاح طلبی بکنین. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. انسان های مؤمن و مسلمان ها، این خطاب با کی میکنه؟ برای ما تو مؤمن میکنه. این خطاب برای یهود نیست برادر اسلام، و نه این خطاب برای نصارا است، و نه الله جل جلو یهود و نصارا را برای چون فرصت داده که بیای بین ما تو مسلمان چی بکنه؟ بین ما تو مسلمان اصلاح ده. اجازه شان نداده برادر اسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم لا إجازة لا لا تجي مي فمي در رابطة بأمومن در رابطة بمسلمان كي بيأي براي موشما جيبو كن يستقبو كن وإذا هم متوجه باشين برادة الإسلام آواز إصلاح كي از جانب يهود و نصارى و يا دار و دستيج در بين مسلمان ها مي باشا و هج وقت هدفشان إصلاح نيست، بلکه هدف از اونا عبارت از پارچه کردن به مراتب بیشتر صف مسلمان ها می باشه. و اینه بفهمین و اینه درک بکنیم برادر اسلام. ای که ما تو امروز از فرهنگ اسلامی خود دور شدیم، ای که امروز ما شما دشمن خدا نشناختیم، ای که امروز ما تو دوست خدا نشناختیم، ای که امروز ما تو دوست خدا دشمن گرفتیم، دشمن خدا دوست گرفتیم، معیارها تغییر کرده برادر اسلام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. کلمه لن به خاطر نفی آینده می باشه برادر اسلام. هرگز هرگز راضی نمیشه از تو. کی؟ از تو اپای ای پیغمبر و از تمام من امتت. کی راضی نمیشه؟ یهود و نصارا راضی نمیشه. تا چی وقت؟ حتی تتبع ملتهم، تا که تو قدم به قدم تمام اهداف از اونها را چی بکنی؟ پیاده بکنی. قدم به قدم. هر وقتی که قدم به قدم آن چیزی که تو گفت پیاده کردی، باز اونجا می که اولا بهترین یک مزدور پیدا کردیم، بهترین یک وسیله پیدا کردیم. چرا؟ باز او از طریق نمی مزدورهای خود، باز تمام پلان های خود در جامعه اسلامی ما شما چی میکنه؟ پخش میکنه. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا تتلى عليهم اياتنا زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. و بعد از الله جل جلاله میفرمایند فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنان از خدا بترسین و در بینتون اصلاح بیارین. چرا اصلاح بیارین؟ و جهت از او که ذات میفهمه دیگه که ما این انسان به طبیعت و سرشت پیدا کنیم که هر زمانی که نمی انسان با هم نوع خود زندگی میکنه، با وجودی که ایمان هم وجود داره، با وجودی که عقیده هم وجود داره، ولیکن خواه مخواه هوا و هوس و خواهشات نفسانی خواه مخواه در باش ما رخ نمیکنه برادر اسلام. این خود طبیعت ما و تو هست. آدم علیه السلام پدر ما و تو، کسی که الله جل جلاله بدون پدر و مادر راستن مستقیما از خاک آفریدش،
نخرا هوا و هواس در ایشان غلبه کرد یا نکرد برادر اسلام؟ و این طبیعت در سرشت موتو هست. پس الله میفهمه که اینمی انسان که ما پیدا کردیم، اینمی انسان با وجود که مؤمن هم است، مسلمان هم است، عقیده هم داره، ولیکن اینمی انسان بالاخره چی است؟ ضعیف است. و خلق الانسان ضعیفه، انسان ما ضعیف خلق کردیم. در مقابل چی ضعیف خلق کردیم؟ یا رب در مقابل هوا و هوس ضعیف خلقش کردیم. هر قدر که انسان بگشتا کوشش بکنه، بازم خام خواه در رابطه با این حواس و هوا و خواهشات نفسانی خود حتما باز انسان چی میشه برادر سم؟ زانو خم میکنه. پس که زانو خم کرد، یکی از پیامده هایش اینمیست که در جامعه اسلامی خلل وارد میشه. هر زمانی که در ارتباطت با افراد جامعه، با برادر مسلمانت از هوا و حواست پیروی کردی، با یقین بدان که در نظام اخوت و برادری در جامعه اسلامی رخنه ایجاد کردی، خلل ایجاد کردی. این خلل باعث چی میشه؟ باعث از این میشه که حقد و کینه و عداوت و دشمنیت بین دو نفر در جامعه بیاید. هر زمانی که شوهر در خانواده و خانم در خانواده مطابق آن چیزی که الله رب العزت یک دیگر مکلف کردن انجام ندادن و هر یکشان از هوا و هوس خود پیروی کردن، خانم گفت به اسلام من مستقل زندگی میکنم، خودم میخوایم، و شوهر گفت قسمی که من میخوایم من زندگی میکنم، با یقین بدانه که این خانم و این شوهر در نظام خانوادگی خلل ایجاد کردن و این خلل باعث چی میشه؟ باعث ایجاد بدبینی بین زن و شوهر میشه برادر اسلام. در نظام های سیاسی خود برادر اسلام، هر زمانی که آن چیزی که الله رب العزت موتور ارشاد و رهنمایی کرده و مطابق آن چیزی که الله گفته موتور نظام های سیاسی خود ایجاد نکردیم، با یقین بدانید که بین افراد جامعه چی پیدا میشه؟ خلل وارد میشه. در نظام سیاسی ما تو فساد به میان میآید و این فساد را کی اصلاح میکنه؟ این همه انسان های مؤمن و مسلمان که در این همه جامعه زندگی میکنه. حاجت به انسان های کافر نیست که به اصلاح از کشورهای دوردست بیاید و بین ما و تو مسلمان اصلاح بیاره. و این را باز هم تکرارن براتون میگم، و انسان هایی که از کشورهای دوردست میآید او هیچ وقت به خاطر اصلاح ما نمی آید، او به خاطر عظیم آید که خوبتر موتور پارچه پارچه بکنید. خوب بدانیم برادر اسلام، این شوراهای صلح که موتور ایجاد کرده گیستیم چرا نتیجه نمید؟ بجهت از اینکه شورای صلح هم موتور ایجاد نکردیم، ما و تو انسان مؤمن و مسلمانی که در مسجد میاییم نماز میخوانیم و پای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن کسی که در مسجد میره و نماز میخوانه و شب و روز قلبش با مسجد معلق است، به ایمان شما شهادت بدین. این ما و تو ایجاد نکردیم برادر اسلام، بلکه این را کسای ایجاد کردن که تا از این تفرقه و از این خللها و فسادهایی که در نظامهای مختلف ما و تو پیدا شده، در نظام برادری ما و شما در جامعه پیدا شده، افراد جامعه، در نظام خانواده موتو پیدا شده، در نظام اقتصادی را خو پرسان نکو برسم و نظام سیاسی را خو شما شامل حالش هستین که چه حال داریم؟ چرا نتیجه نمیده برادر اسلام؟ عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه دوم مسلمان ها، کسایی که واقعا از اسلام فهم درست داشتن، زمانی که یک اختلاف بین یک زن و شوهر پیدا می شد در خانواده، و شک نیست که قرآن مجید یکی از عرصه هایی که ما و شما اصلاح طلبی باید بکنیم انسان های مؤمن و مسلمان، یکی همین همی عرصه هست که هر زمانی که خلاف و شقاق بین زن و شوهر ایجاد می شه و بالاخره این خلاف و شقاق منجر به پاشیدن خانواده میشه، قبل از اینکه خانواده پاشیده شود شک نیست که قرآن مجید میآید و راههای متعدد برای ما شما بیان میکنه، و آخرین راهش هم یکی نمیست که از هر دو جانب ریش سفیدا و اسلام با هم یک جای میشن و میخواین که بین عزیز زن و شوهر چی بکنن. اینمی خللی که ایجاد شده، اینمی فساد کردن نظام خانواده ایجاد شده، این فساد چی بکنن؟ اصلاح بکنن، این خلل از بین ببرن. الله جل جلاله در این رابطه میفرمایه برادر اسلام، و این خفتم شقاق بینهما، هر زمانی که شما حراس داشتین از شقاق و جدایی زن و شوهر، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یک تعداد ریش سفیدا من حیث حکم از طرف خانواده شوهر،
یک تعدادی سفیده و انسان های مصلح از جانب خانواده خانم اینا چه شوند برم. ببینید که الله جل جلاله چه میفرماید، این یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. این همی حکمه اینه که از جانب خانواده شوهر و از جانب خانواده خانم تعیین شده گیستن، اگر هدف از اینها، نیت از اینها اصلاح باشه، در نیت خود صادق باشن، کدام به اصلاح رخنی دیگه در بین از اینها نبیارن، الله وعده فرموده که یوفق الله بینهما. الله جل جلاله بین زن و شوهر چی میکنه؟ دوباره توفیق محبت و دوستی را میاندازه. عمر رضی الله تعالی عنه زمانی که حکمین رایی میکرد و حکمین بین زن و شوهر صلح کرده نمیتونست، میفهمید که چی میکرد؟ اینمی حکمین دره میزد. چرا دره میزد؟ اگر شما نیت اصلاح را میداشتید، خداوند گفت کیسه که یوفق الله بینهما و وعده خداوند هیچ وقت دروغ نیست، پس در این معناست که در شما نیت اصلاح نبوده. در شما نیت چی نبوده؟ اصلاح نبوده. این مسئله چرا براتون میگم برادر استم؟ از عمر حکومت های انتقالی و انتخابی و دیگه و دیگه ما تا امروز کم از کم شاید در حدود یک 18-19 سال شاید سپری شده. از روز اولی که ما در اینجا آمدیم صرف شوراهای صلح است و صلح است و صلح است و صلح است، هر روز خامخا از این رابطه میشنویم. چرا صلح نمیای برادر اسلام؟ بجات ازیک ما تو نیت اصلاح طلبی نداریم. و به می خاطر است متوجه باشیم برادر استاد که هر انسان مؤمن و مسلمان هر زمانی که در یکی از نظام‌های جامعه اسلامی موتو خلل وارد میشه و هر زمانی که به خاطر اصلاح از او قیام نه، متوجه باشین که شرط اساسی در اصلاح جامعه میان افراد جامعه عبارت از چی هست؟ اخلاص نیت میباشه، صدق نیت میباشه. شما باور بکنید که هر زمانی که در این نیت موتو خلل وارد میشه، کدام مادیات مطرح میشه، کدام منصب مطرح میشه، کدام مدح و عزت مطرح میشه، و ما و شما به او خاطر به خاطر صلح اقدام میکنیم، اصلاح اقدام میکنیم، به یقین بدانید که توسط از این هیچ وقت اصلاح نمیآید برادر اسلام. حالا ما که همیشه برای شما میگم که قرآن مجید من حیث کتاب کامل الله رب العزت، ذاتی که قرآن برای موتو نازل کرده و این قرآن از یک عالم غیب در این عالم شاهد ما و شما فرستاده و بالاخره حفاظت از این کلام در بین ما و تو مسلمان حفظ کرده، به چی جهت؟ به جهت از این که اینمی قرآن مجید ضامن تمام سعادت ها و خوشبختی های دنیا و آخرت ما و تو هست برادر اسلام. و قرآن از این شان می آید و برای ما شما می فرماید لا خیر فی کثیر من نجوا، هیچ خیر نیست در این نشست هایی که با هم دیگر می کنند، نشست های مختلف صاحب ما و تو می بینیم صاحب نشست های مختلف می شه، باز یک در بینی که از یک طرف صاحب یک آوازش می برای صاحب یک چیز تایید می کنند، باز نشست های مختلف صورت می گیره، باز می که از یک گوشه دیگه صاحب برامد یک چیز دیگر صاحب تایید می کنند. لا خیر فی کثیر من، قرآن میگه او برد اسلام او رب میگه که ما و تو را پیدا کرده، ولیکن ما و تو مسلمان نه تو غافل هستیم، نه تو خواب هستیم، تو دمی پشت رست مصروف هستیم برادر سام، که ولی اگه نه آخرت یاد ما باشه، نه گور یاد ما باشه، نه حشر یاد ما باشه، نه حساب یاد ما باشه، نه کتاب و نه حتی می حیات و زندگی آرامی خود ما به اصطلاح یاد ما باشه، افتادگی سیم سای فلانی صلح کد و فلانی فلانی خد، بالاخره باز بینه که از ورای از او یک چیز دیگه. لا خیر فی کثیر من نجوا، در اکثریت نشست هایی که صورت میگیره هیچ خیری وجود نداره. بس سه چیز برای ما تو چی میکنه؟ سه چیز استثناء میکنه از این نشست های مختلفی که هر روز برین سب خبرها را بشنیسه، فلان نشست کرده، بستان نشست کرده، فلان برآمده، بستان برآمده، دیگر شده، دیگر شده، لا خیر فی کثیر من نجوا، در اکثریت نشست های شما هیچ خیر وجود نداره. پس خیر که وجود نداره چی وجود داره؟ ها جایی که خیر نبود چی میباشه؟ شر میباشه دیگه برادر سم. ما تو یا خیر داریم یا شر داریم، یا اصلاح داریم یا فساد داریم.
جایی که خیر نبود به یقین دادم کجا اونجا شر است و شر شما شما ترقصتی در رای استیم برادر اسلام. بس سه چیز برای موتو استثناء میکنه قرآن در سوره نساء در سوره پنجم لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس الا نشست هایی که در او بجتا یک کار نیک و کار خیر باشه و یا امر بالمعروف نهی از منکر باشه و یا نشست باشه که به خاطر اصلاح میان مردم ها باشه. ولیکن این سه چیز استثناء چی وقت باعث ایجاد خیر در جامعه میشه؟ هر وقت و زمانی که شما این چیزها را فقط و فقط به خاطر ابتغای رضا و خوشنودی پروردگار عالم کردین. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل بجوش بكره ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هر کسی که نمی سه چیزا فقط و فقط به خاطر رضا و خوشنودی الله انجام داد فسوف نؤتيه اجرا عظيما باز ما اجر عظیم برای از انسان میدیم و از بزرگترین اجر عظیمش هم اینم است که همین نشست را که به خاطر اصلاح میان افراد جامعه کردی و نیت تو نیت خیر بود، نیت تو عبارت از نزدیک کردن اینمی برادرهایی بود که در جامعه از هم به اصطلاح دور شده بودند، نیت تو نزدیک کردن اینمی افراد بود که در خانواده از هم گسسته شده بودند، نیت تو اینمی افراد بود که در جامعه در مقابل یکدیگر صلاح برداشتند. از بزرگترین اجر و ثواب فضل که الله بر تو میده بین زمین چه بره اصلاح میاره. این یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. و برادر اسلام قرآن کلام الله هست. ما کلام الله را قبول بکنیم، قبول کلام یهود و نصارا را قبول بکنیم. یهود و نصارایی که با میلیارد ها دلار به خاطر ایجاد صلح برای موتو مصرف میکنه، تو را به خدا قسم است که صلح موتو را میخواد، قسم به خدا است که موتو را پارچه پارچه میسازه که حتی برادر با برادر دشمن بسازه، خانم با شوهر دشمن بسازه، پدر با پسر دشمن بسازه. و این چیزی که موتو با چشم سر امروز مشاهده می صلح نیست برادر استاد. این صلح وظیفه موتو است. موتوی که در این مسجد میایم پنج وقت نماز میخوانیم، ما تویی که به الله رب العزت ایمان داریم، ما و تویی که ما و شما در رابطه با صلح مکلفیت داریم برادر اسلام. این مکلفیت یهود نیست و نه نصارا است، نه هندو است، نه گبر و بتپرستش است. این وظیفه ما و تو هست. پس به همین خاطر از برادر اسلام که در قرآن مجید در سوره حجرات زمانی که ما و شما مراجعه میکنیم، قسم که ما براتون گفتم اینه، این قسمه که قرآن مجید ما و شما را در رابطه با اصلاح طلبی میان افراد جامعه ارشاد و راهنمایی کرده، متوجه باشین که ما و شما را در رابطه با اصلاح میان گروه ها و فرقه های متخاصم در جامعه اسلامی که در مقابل یک دیگر صلاح برداشتن در او هم ارشاد و راهنمایی کرده و هر دویشان مؤمن خطاب کرده، هر دویشان مؤمن خطاب کرده. گوش بگین که الله جل جلاله چی میفرمایه برادران. و این طائفتان من المؤمنین، طائفتان دو طائفه را میگن، یکی ما شما طایفه داریم، یکی طایفتان داریم، یکی توایف داریم. طایفه یک طایفه، طایفتان دو طایفه و توایف توایف بایستا گروه های متعدد. و این طایفتان من المؤمنین، هر زمانی که دو گروه از مؤمن ها اقتتالوا، بین هم دیگر چی کردن؟ قتال کردن، جنگ کردن، صلاح برداشتن. شو سرم روز ما تو مشاهده میکن. این طرف هم دعوای اسلام، دعوای ایمان سر که گویا که خلافت عمری را تطبیق میکنه، از این طرف صرف دعوای اسلام دعوای ایمان که گویا خلافت صدیقی را تطبیق، هر دویش وظیفه ما تو چی هست؟ و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصلحوا بینهما. اینه برای کی خطاب میکنه؟ برای یهود و نصارا میگه برادر اسلام؟ نه، اینه برای ما تو مؤمن خطاب میکنه. سوره حجرات سوره از ارزش های اخلاقی اجتماعی است که حتی مفسرین کرام این سوره را به نام سوره اخلاق اجتماعی مسمى میکنه و یکی از مهمترین ارزش های اخلاقی اجتماعی که هر فرد ما و شما به او مزین باشیم، یکی هم ارزش اخلاقی اصلاح طلبی هست و هر یک به اندازه قدر و استطاعت خود برادر اسلام. خب ما تو اصلاح طلبی کردیم ولیکن طایفه ها قبول نکردند. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى،
یکی سرکشی کرد، مهید نمیکنم، ما بر حق هستم. مسلمان ها چی بکنن در مقابلش؟ در مقابلش قیام بکنن تا با وقتی که را به حق راضی بسازن، تا با وقتی که را به حق مستقیم بسازن. هر زمانی که به حق مستقیم شد، با آن چیزی که الله و رسول فیصله کرد مستقیم شد، بعد از او با بین از اینها چی بکنه؟ صلح بیاره و بعد از او در رابطه با عدل و انصاف بینشان حکم بکنه. برادر اسلام، این در رابطه با کی؟ در رابطه با گروه های متخاصم. دو خانواده با هم به اصلاح جنگ هستن. گروه های متخاصم تنها به اصلاح گروه های نیست که امروز ما تو میبینیم. امروز خانواده ها با هم به اصلاح برخلاف هستن. خانواده کاکا با خانواده کاکا دشمن است. خانواده خواهر با خانواده خواهر دیگه به اصلاح دشمن است. خاله با خاله دشمن است. لیل کی اصلاح میکنه؟ او برازم کدام نبی و پیغمبر دیگه میآیه؟ یهود و نصارا اصلاح موتو را میخواه؟ نی، مکلفیت هر یک موتو هست. که زمانی که نظمی خلل در نظام خانوادگی، در نظام اجتماعی، در نظام سیاسی، در نظام اقتصادی خود از این خلل ها و از این فساد ها موتو آگاهی حاصل میکنیم، مکلفیت هر یک موتو به خاطر رفع از این خلل و فساد سعی و تلاش و کوشش بکنیم. برادر اسلام، امروز قوم ها و اصلاح اختلاف دارند. برادر اسلام، و ما شما با چشم سر مشاهده میکنیم، قوم ها با قوم ها اختلاف دارند. هر یک قوم اسلام میخیزه میگه من حق هستم، دیگر را ناحق میگه. حالا تو برای ما بگوی برادر اسلام که از قوم های ما و شما کدامش بر حق است؟ اونمونش بر حق است که مطابق آن چیزی که خدا و رسول میگه به اسلام فیصله میکنه. پس تو میگویی که حالا اختلاف های ما و شما که بین اقوام موتو پیدا شده، این یهود و نصارا میای برای موتو به اسلام میکنه؟ قطعا. بلکه اونا کسایی هستن که آتش عداوت و دشمنی و تفرقه را در بین ما و شما شعله میزنن، در شعله آتش ما و تو پترول مندازن که تا خوبتر در بگیر. برادر اسلام، این با کمال تأسف بگیم که اکثریت ما و شما اصلا در این رابطه فکر نمی کنیم. فا این بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیع الى امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سبحان الله، عجيب دين دارم يا پروردگار عالم که قدرش نفهمیدیم. عجيب دين دارم که قدرش نفهمیدیم، نه خود ما از ارزش های عزیز استفاده کردیم و نه گذاشتیم که کسای دیگه از ارزش ها چی بکنن استفاده بکنن. و شک نیست که نمی قسم که بین اسلام توایف و اقوام در جامعه اسلامی که همشان مؤمن هستن اختلافات میاد. چرا؟ اختلاف طبیعت بشر است. او برادر اسلام، اختلاف طبیعت بشر است. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اگر پروردگارت میخواست انسان ها را همشان به یک طبیعت میاد، همشان قادر بود، لیکن او قادر خواست نی باشیم امتحان بکنیم که اینا چی میکنن. ولا يزالون مختلفين، بلکه همواره اینا در چی میباشن؟ در اختلاف. همواره اختلاف است برادر اسلام. از وقت خلقت آدم علیه السلام که اختلاف وجود داره تا به امروز ما و تو اختلاف وجود داره و تا به وقتی که زمین و آسمان است اختلاف در بین ما و تو وجود داره. و یکی از پیامدهای بده که اختلاف در بین ما و شما انسان ها و خاصتاً و خاصتاً امت مسلمه، کسایی که با هم برادر هستند، کسایی که رشته اخوت و برادری زنها و ایمان و عقیده هست، یکی از پیامدهای بده که داره برادر اسلام اینمی ایجاد حقد و کینه و ایجاد فاصله گرفتن میان افراد جامعه است. و قرآن عظیم شان دین مقدس اسلام هیچ وقت نمیخواد که جامعه اسلامی جامعه ای باشه که افرادش با هم دیگر بدبین باشه، جامعه اسلامی جامعه ای باشه که افرادش از هم دیگر متقاطع باشن. نه، بلکه اسلام میخواد که جامعه اسلامی جامعه محبت باشه، شفقت باشه، مهربانی باشه، تعاون باشه، همکاری باشه، عفو باشه، درگذری باشه، ایثار باشه، قربانی باشه، چیزهایی که با سرابین امروز دیده نمیشه. و جامعه اسلامی هیچ وقت شریعت اسلام برای موتو نمیخواهی برای اسلام که افرادش به هم دیگر بدبین باشن، حق داشته باشن، کینه داشته باشن. نه، بلکه جامعه باید به جای از این چیزها محبت باشه و شفقت باشه. چی وقتی را ایجاد کرده میتونیم؟ این می زمانه که به اصطلاح یک اختلاف، یک کشمکش بین دو برادر پیدا میشه، بین دو گروه پیدا میشه، دفعتن باید افراد دیگر جامعه که لازمه ای تعاون و همکاریشان است به خاطر اصلاح از اونا چی بکنن؟ سعی و تلاش و کوشش بکنن. پس از همین جهت است که در آیات بعدی الله جل جلاله میفرماید که انما المؤمنون اخوه، برادرها، انسانهای مؤمن کسایی هستند که برادرهای هم دیگر هستند. فاصلحوا بین اخویکم، کلمه اصلحو کلمه امر است برادر اسلام. ما علم اصول بر ما میگن هر زمانی که امر میآید، امر به خاطر وجوب میباشه و خاصتا زمانی که در او یک تهدید هم وجود می داشته باشه.
وَأَصْلِحُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تهدیدی که در اینجا برام آمده کلمه وَاتَّقُوا اللَّهَ هست. پس یعنی به این معنی که اصلاح میان افراد جامعه برادر اسلام یکی از مهمترین مکلفیت هر یک مؤمن باشه. و شک نیست برادر اسلام که اصلاح زمانی که ما شما اصلاح را به خاطر رضای خدا میکنیم دیگه، به خاطر ابتغای مرضات الله میکنیم، باز در اینجا دیگه کدام مادیات مطرح نیست برادر اسلام. مانند شوراهای مختلف ما شما که به خاطر شورای صلح حشیش هستن جیوار را سپر کردن، فسادی که امروز در شوراهای صلح ما تو است فکر نکنم که فساد در درسه های دیگه ما تو باشه. هر زمانی که صلح اصلاح طلبی فقط به خاطر رضا و خوشنودی پروردگار عالم صورت گرفت، باز اونجا وقت تام تیر میشه، ضایع میشه، جان تام باید مصرف شود، به اصطلاح یک اندازه طعنه و به اصطلاح استهزای مردم هم باید بشنوی. ها برادر اسلام، سنت الهی نمیست دیگه. انبیاء السلام نقلات در تخت پادشاهی سر مردم حکم کردند و بینمی حالت که بین مردم اصلاح می آوردند، بینمی حالت سب استهزا بود، تمسخر بود، زحمت بود، تکلیف بود، شب و روز دعوت بود، شب و روز دعوت بود. نوح علیه السلام سبحان الله 950 سال فقط به خاطر اصلاح مردم کوچه دیگه چیزی نکرد. قال رب اینی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعایی الا فرارا. یا رب تو خو میدانی که در نونیم صد سال، یعنی 50,000 سال، 10 قرن متواتر شب و روز فقط به خاطر چی؟ به خاطر اصلاح مردم سعی و تلاش و کوشش میشه. آقا برادر اسلام، وقتی که ما تو اصلاح طلبی کردیم، ما تو باید وقت بتیم دیگه. وقت که دادی در ورای از این وقتت کدام چیز مادی وجود نداره. پس کدام چیز مادی که وجود نداره، پس شک نیست که باز الله رب العزت دیگه باز اجر و ثواب از اینا در آخرت دیگه باز برای ما شما چی میکنه؟ برای ما شما بیان میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماییم برادر اسلام، الا انبئکم، آیا ما شما را خبر بتم با آن چیزی که از نمازهای نفل، از روزه های نفل و از صدقات و خیرات نافله که شما میتین از او به مراتب بیشتر باشه. حالا ما شما همینجا که به اصطلاح در مجلس هستیم، اگر ما به شما بگیم که آیا از نمازهای نفل و نمازهای به اصطلاح صدقات و خیرات و روزه های نفلی که ما اوتو میگیریم کدام چیز دیگه هم اجر و ثوابش بیشتر و زیادتر باشه، شاید اکثریت ما بگیم نه مولایی صاحب، دیگه از نماز نفل و به اصطلاح روزه نفل و صدقه و خیراتی که ما میتیم نافله دیگه ما فکر نکنم. نه، پیغمبر میگه نه، متوجه باشین یک چیز دیگر که فراموش کردین، از این نمازهای نافلیتان، از این صدقات نافلیتان، از این روزه های نافلیتان که به مراتب افضلیت داره و او چی هست؟ اصلاح ذات بینکم سبحان الله، اصلاح ذات بینکم. یعنی از اون نفره که به اسلام میشینه و نماز خوانده رایست و رکوع و سجده کو، از اون آدمی که میشینه صاحب روزه های نفلی میگیره و از اون آدمی که صدقات و خیرات صاحب داده رایست دستش باز است، زمانی که دو برادر در یک جامعه با هم دیگر خفه میشن، در یک خانواده زن و شوهر با هم خفه هستند، در یک فامیل به اصطلاح پدر با پسر گپ نمیزنه، در یک جای کار که ما تو میکنیم دو برادر با هم کشیدگی دارن، در دفتر ما و شما دو برادر با هم به اصطلاح چی شدن؟ دشمن شده گیستن. هر زمانی که به خاطر اصلاح این زمین ها تو سعی و تلاش و کوشش میکنی، یقین کو و باور بکو که الله رب العزت این زمین نمازهای نافله و صدقات نافله کده برای تو اجر و ثواب بی حد زیاد اعطا میکنه. برادر اسلام، او ذاتی که رضا و خوشنودی خدا میگه، باز او ذات بی حد برای ما شما اجر و ثواب میده. در حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز آخرت برای ما شما تمثیل میکنه. عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که یک روز ما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیشته بودیم، ناگهان پیغمبر تبسم کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو نوع خنده میکردند، یکی ضحک بود، یکی تبسم بود. تبسم همیشه بالا به های پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یعنی سبحان الله در سخت ترین مواقف که پیغمبر مشاهده میکنی لبهای مبارک متبسم بود. اما می خاطر است که تبسمت برای برادر مسلمانت صدقه هست. همین تبسم احساس و شعور تو را در مقابل برادرت نشان میده. و برخی اوقات پیغمبر واسه تبسم کردن خنده میکردن. خنده پیغمبر نمی قدر بود که لبهای مبارک باز میشد و دندان های دواحکشان معلوم میشد. بس قهقه خنده نمیکردن، مثل که امروز بسیاری ما و شما به اصطلاح عادت داریم. و قهقه خنده کردن اصلا در اسلام جواز نداره و حتی ما تو میفهمیم که خنده قهقه زمانی که ما شما در نماز کنیم وضو ما شما را چی میکنه؟ وضو ما شما را خراب میکنه. عمر رضی الله تعالی میفرماید که روز با پیغمبر شیشته بودیم، پیغمبر خنده کردن که دندان های مبارک معلوم شد.
و بعد از او پرسان کرد که یا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چرا خنده کردین؟ گفتم روز قیامت پروردگار الان برای من نشان داد. رب العزت انبیاء علیه السلام با جهان غیب ارتباطن، با جهان ارتباطن که ما تو با او ارتباط. روز قیامت دیدم دو نفر را دیدم، یکی ظالم بود یکی مظلوم بود، یکی حق دیگر را به حساب چی کرده بود؟ تلف کرده بود. و کسی که حقش تلف شد مظلوم بود، از الله جل جلاله میخواست که یا الله یا رب العزت از این ظالم حق مر برایش بده. و ظالم به خدا میگه یا پروردگارم کل حسنات ما گرفت، من خود دیگه چیزی ندارم، ببر این چی بتم؟ رب العزت بین ما فیصله میکنه، ببر این چی بتم یا رب؟ الله جل جلاله مظلوم میگه بالا سیر کو. زمانی که مظلوم بالا سیر میکنه قصرهای مجلل را میبینه برادرستم، قصرهایی که خشت و سنگ نیست، بلکه قصرهایی که هر خشتش طلا و نقره هست، قصرهایی که از مروارید جور شده. سایل میکنه صاحب دانشواز میمونه، یا الله این قصرها از کدام نبی و شهید است؟ پروردگار برش میگه بنده از نبی و شهید نیست، از کسی هست که قیمت از ایره داره. یا رب قیمت از او چی است؟ قیمتش تو داری. چی هست قیمتت؟ از برادرت عفو بکو. عفو کردم، بگه دست برادرت در یک جای در جنت برین. فیصله رب العزت است، عفو در گذاری برای الله استم. چیزی که امروز در ما تو دیدن همیشه، امروز ما فکر میکنم که زمانی که یک برادرم یک تجاوز در حق ما کرد، یک مال ما، یک دیگه ما، زمانی که ما عفو کردم، باز مردم میگه بی غیرت هستی کو، ای بی غیرت هستی کو، ای بی غیرتی نیست، خدای تو اجر و ثواب برات میده که مثلا عقل تصور نکرده باشه. پس متوجه باشیم برادرسام که اصلاح در بین افراد جامعه، چه خانواده باشه، چه افراد باشه، و چه هم در عرصه های اقتصادی و سیاسی ما و شما باشه، متوجه باشیم که وظیفه و مکلفیت هر یک ما تو هست. و این من حیث ارزش اخلاقی اجتماعی لازمه اون متعاون و همکاری هست برادران که در هفته گذشته ما شما صحبت کردیم و این بیان کردیم که الله رب العزت صراحتا هر یک ما شما را امر میکنه که و تعاونوا على البر والتقوى. یکی از عرصه های تعاون در بر و تقوا، این می تعاون در چی هست؟ در اصلاح میان افراد جامعه است برادران. اگر ما شما اصلاح را نکردیم، باز متوجه باشیم که کسای دیگه هستند که اصلاح را میخواهند، بلکه میخواهند فساد به حد زیاد در بین مسلمان ها ایجاد شود. آیه تو مردما هم ما شما داریم و خدا از این کسا ما نجات بده و از این کسا هم الله جل جلاله ما شما را آگاه ساخته. یکی از توایفی که سوره بقره برای ما شما بیان میکنه منافقین است برادران. ما همیشه در رابطه با منافقین میگم که ضربه هایی که ما از شر از منافقین خوردیم از هیچ کس دیگه نخوردیم. و اینمی یهود و اینمی نصارا در جوامع اسلامی ما شما از خلال اینمی منافقین، سبحان الله، کی میشناسه دیگه منافقه بغیر از الله رب العزت؟ کی میشناسهش دیگه؟ اینمی منافقین بینمی سعی و تلاش و کوشان در رابطه با فساد در جامعه های اسلامی که یکی از انواع فسادشان عبارت از ایجاد تفرقه بین افراد جامعه، ایجاد تفرقه بین خانواده ها و ایجاد تفرقه بین اقوام در جامعه های اسلامی باشی، هدف اساسیشان است برادر اسلام. اینمی منافقین بینمی فسادی که در بین جامعه های اسلامی، افراد جامعه های اسلام، خانواده های اسلامی انجام میدن و هر زمانی که یک نفر برشان میگه شما چرا تو فساد برپا میکنید؟ می فساد ما خود اصلاح میکنیم، ما خود جمله مستحین هستیم، ما خود همیشه خیر خواهی از این امت هستیم، سبحان الله. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اون گپ منافق قبول بکنم یا گپ الله رب العزت قبول بکنم؟ زمانی که برای ازی منافق بگویی این چینل های 24 گانه که بسیار شب و روز فحشا و بی‌حیایی خلق میکنه و پیدا میکنه و نشر میکنه، میفهمین که نتیجه از این چی هست؟ تفرقه میان زن شوهر. خانم محترم که در پیش پای تلویزیون شیش دیگه حقوق شوهر فراموش میکنه، دیگه حقوق اولاد فراموش میکنه. شوهر محترم که دانش سنی از تلویزیون ها بند ماند واز ماند، دیگه خانم فراموش میکنه. چی ایجاد میشه؟ تفرقه ایجاد میشه. این جنگی که با خدا و رسول است، این ربا و سودی که امروز ما تو داریم که به خاطر لقمه نان خود بریم چهار روپه قرض بگیریم پنج روپه برای سود بدیم، این به خاطر اصلاح ما تو است؟ این جنگ با خدا و رسول است. این فحشا و بی‌حیایی که امروز به نام دفاع از حقوق زن میشه، این فحشا و بی‌حیایی که امروز در رابطه با حقوق افراد میشه، زمانی که براشان بگویی این خود اصلاح نیست،
این خود فساد است. نه، ما خواسته میخوایم، ما میخوایم جامعه پیشرفت باشه، ما میخوایم جامعه مترقی باشه، ما میخوایم با جامعه جهانی همپای باشیم، جامعه جامعه همپای و این باشیم. بس خلاص دیگه، زن و دختر خود را لج کنیم در سر مردم برقصانیم که ما با جامعه جانیم. ما جامعه اسلامی هستیم، از خود احکام داریم، قرآن داریم، پیغمبر داریم، رسول داریم، کتاب سچه داریم که در تمام روی دنیا مثالش پیدا نمیشه. ما به هیچ چیز ضرورت نداریم. قالوا انما نحن مصلحون، ما خو خیر میخواهیم، ما خو ترقی میخواهیم، ما خو پیشرفت میخواهیم، ما خو میخواهیم که حقوق زن دفاع بکنیم. چقدر حقوق زن دفاع شد برادر اسلام؟ چقدر از حقوق اطفال حمایت شد؟ چقدر حقوق افراد در جامعه ما تو تامین شد؟ و یا اینکه روز به روز حقوق زن پامال شده میره، روز به روز خشونت علیه اطفال صورت میگیره و روز به روز بین افراد جامعه به جای اینکه التحام یا یک پارچگی بیاید تفرق میآید. چرا؟ به جهت از اینکه الله جل جلاله میفهمه که الا انهم هم المفسدون، متوجه باشید که اینم یا مفسد هستند، ولکن لا یشعرون، ولکن نمیدانند. به جهت از اینکه تمام چیز در رابطه با اونا چیه؟ منقلب شده، برعکس شده. پس متوجه باشیم برادر اسلام که وظیفه اصلاح طلبی، وظیفه صلح میان افراد و جمعه، میان گروه های متخاصم، این وظیفه ما تو مسلمان است برادر اسلام. ما تو مسلمانی که در نمی مسجد نماز میخوانیم، ما تو مسلمانی که بین نمی الله واحد و یگانه ایمان داریم، هر یک ما و شما به اندازه سعی و تلاش و کوشش خود برادر اسلام، هیچ که نباشه اقلا در قلب ما این نمی نیت باشه که نمی حالت چه قسم برطرف شوه، این نمی حالت چه قسم اصلاح شوه، چه قسم یک حالت بیای که نمی این نمی قدرم که ما تو نیت بکنیم، ان شاء الله تعالی الله جل جلاله برایش برای ما تو چی میکنه؟ پیدا میکنه. ولیکن ما تو که همه فراموش کردیم اصلاح طلبی که یکی از مهمترین ارزش ها و مکلفیت های ما تو است، اصلا فراموش کردیم. مولوی صاحب دغم مردم نیست، مردم غم مولوی صاحب نیست، برادر دغم برادر نیست، همسایه با همسایه دشمن، کسی در رابطه با او سعی تلاش نمیکنه. خانم و شوهر کسایی هستن که در زیر یک سقف زندگی میکنن، یک سال است که با هم دیگر صحبت نمیکنن، یک سال است که صحبت نمیکنن، کی بین از اینها به توافق میاره برادر اسلام؟ ما و تو میاریم برادر اسلام. این مشکلاتی که امروز در جامعه است، ما و تو میاریم. سعی و تلاش و کوشش و فقط و فقط هدف ما رضا و خوشنودی پروردگار عالم و اصلاح میان افراد جامعه و اجر و ثواب آخرت باشه. و این هم متوجه باشین که هر زمانی که ما در وراه اصلاح طلبی خود، چی میان افراد جامعه باشه، چی خانواده باشه و چی گروه های متخاصم باشه، هر زمانی که ما شما مادیات، منصب، عزت و مطرح اعتبار دادیم، نه تنها که به اصلاح نمیاد، بلکه فساد در جامعه زیادتر انتشار پیدا میکنه. و به می خاطر است که اکثریت شوراهای صلح را که امروز ما شما با نام های مختلف میبینیم، این فقط به خاطر پر کردن جیب ها می باشه، این به خاطر مادیات می باشه، به خاطر گرفتن یک منصب می باشه، به می خاطر است که ما شما هیچ گونه کدام نتایج مؤثری که واقعا داشته باشه نمی بینیم. هر روز و هر زمان مشکلات زیاد شده میره، به جای اینکه صلح بیاید عداوت زیاد شده میره، به جای اینکه اتحاد بیاید تفرقه زیاد شده میره، به جای اینکه محبت بیاید بدبینی ها زیاد میشه. چرا؟ به جهت از اینکه در این رابطه با شما اخلاص نداریم. رضا و خوشنودی پروردگار عالم وقت ما شما تقاضا نکردیم. الله همه ما شما توفیق به عمل نیکو نصیب فرمایا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك. پیمان فیلم، مرکز تولید و نشر برنامه‌های اسلامی و زمینه‌ساز برنامه‌های اجتماعی